بعدی آفشی از ویلنیوس پایتخت لیتوانی و محل برگزاری نشست ناتو و همچنین آرش علایی از کنگره آمریکا همراه من هستن. به هر دوی شما خوش آمد میگم. بعدی بذار گفتگو رو با تو شروع بکنیم. میدونیم که این اولین نشست ناتو با حضور فنلاند هست و دومین نشست بعد از حمله روسیه به اوکراین. چقدر فکر میکنی توافق نظر وجود داره بین سران ناتو بر سر چگونگی مقابله با روسیه و حمایت از اوکراین؟ همشون هم صدا خواهند بود از اینکه از اوکراین حمایت خواهند کرد، اما اینکه نگرش اونها درباره این حمایت چگونه است باید گفتش که مطمئناً متفاوته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از اینکه این نشست شروع بشه 3 روز پیش در یک تور در واقع سفر خارجی بود، اونجا از ناتو خواستار این بود که یک پیام روشن بدن و قدم‌های ملموس بردارن برخلاف اون چیزی که تا به حال ازشون شنیدن صحبت کنن که تا به حال بارها گفته شده، به خصوص از سال 2008 و از نشست بخارست که درهای ناتو به اوکراین بازه. اما ولادیمیر زلنسکی هم میدونه که این اتفاق امروز فردا و در سراسر جنگ روسیه در اوکراین نخواهد افتاد، اون هم به خاطر اون چیزی که قلب در واقع معاهده پیمان آتلانتیک شمالی خونده میشه، ماده 5 که میگه که همه برای یکی یا یکی برای همه، یعنی اگه در خاک یکی از اونها جنگ بشه خب همه وارد جنگ میشن و خب میدونیم که ناتو پرهیز میکنه از این که یک سربازش رو به خاک اوکراین بفرسته. ولی خب مسئله بر سر اینه که بعد از این جنگ چگونه اوکراین میپیونده. در صحبت‌های سمیرا بود که کشورهای چون ایالات متحده آمریکا و آلمان الان مشتاق نیستن، ولی خب کشورهای بلوک شرق، همسایگی روسیه، در همسایگی بلاروس، مثلا به خصوص اینجا در بالتیک، در لیتوانی، خیلی ها مشتاقن که این اتفاق سریع‌تر بیفته. و آرش، میدونیم که ساعتی پیش جو بایدن به پایتخت لیتوانی رسید و میدونیم که همونقدر که بایدن مخالفت کرده با عضویت اوکراین در حال حاضر البته در ناتو، بسیار بیشتر حمایت کرده از عضویت سوئد در این ائتلاف. از تو بیشتر بشنویم چه بیشتر میدونیم در مورد مواضع آمریکا در این مورد. این بحث پیوستن کشورهای جدیدی مثل اوکراین به ناتو کاملا منتفی است، به خاطر این کاری نیست که آقای بایدن یا آقای سوناک تصمیم گیرنده باشن. پارلمان های و کنگره های کشورها در این زمینه باید اظهار نظر کنن و اینجا در کنگره آمریکا هیچ اشتهایی برای اینکه بخوان اوکراین رو وارد کنن به ناتو وجود نداره. بله، هستن نمایندگانی مثل سناتور لینزی گرام که گفتن از این قضیه استقبال میکنن، ولی به شدت پشت سرش در حزب خودش با انتقاد مواجه شد، مثل سناتور رند پال که گفت الان موقعش نیست که امریکا به فکر این باشه که بخواد جنگ رو گسترش بده، یا بعضی از حتی دموکرات ها گفتن اشتباه بوده از اول که ناتو به سمت بعضی از کشورهای دیگری که قبلا عضو بلوک شرق بودن رفته، اصلا 14 کشوری که قبلا اصلا عضو ناتو نبودن رو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گذاشته است که بپیوندن. در واشنگتن نگرانی در مورد وضعیت جنگ اوکراین وجود ندارد، با توجه به اینکه الان به نظر میاد که در صفوف ناتو در این زمینه اتفاق نظر وجود داره. اگر در زمان آقای ترامپ وجود نداشت، وقتی آقای ترامپ میومد میگفت 2% تولید ناخالص ملیتون رو باید صرف بودجه‌های دفاعی بکنید و خیلی از کشورهای اروپایی چششون رو میگردوندن و میگفتن حالا ببینیم بعداً چی میشه، الان به نظر میاد که خودشون به این نتیجه رسیدن که این 2% تولید ناخالص ملی به چه درد میخورد و امسال 10 کشور عضو ناتو قرار است تا سال دیگر هر 31 کشور به 2% تولید ناخالص ملی خودشون برسن در این زمینه. بعدی بذار این سوال از تو بپرسم که غیر از موضوع اوکراین و روسیه، آرش تا حدی بهش اشاره کرد، ولی چه چالش های دیگه ای به نظر تو پیش روی سران ناتو هست؟ آتو سمیران بهش اشاره کرد، مسئله پیوستن سوئد به ناتو، کشوری که سنت همیشگی بیطرفی خودش رو پس از حمله روسیه به اوکراین نقض کرده و خب ناتو ازش دعوت کرده و همه میدونن که ترکیه است که مانع پیوستن. و خب به نظر میرسه اون چیزی که امروز اینجا قرار بود اتفاق بیفته و اتفاق افتاد، دیدار دبیر کل ناتو با رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر سوئد همزمان در ویلنیوس در آستانه نشست، کمکی نکرده به ساده کردن مسئله و اتفاقا پیچیده‌تر کرد
کل قضیه رو. اون پیشنهاد چهار جانبه ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چندان به چشم نمیاد که گفته که در صورت اینکه بپذیره سوئد عضو ناتو باشه اون جنگنده های F-16 ساخت آمریکا رو بهش میده، در صورتی که ترکیه علیه یونان استفاده نکنه، این به نظر میرسه که کنار گذاشته شده. و باز هم همون چیزی که از رجب طیب اردوغان شنیده بودیم و اینجا تکرار کرده و گفته که باید به عضویت در واقع ترکیه به اتحادیه اروپا نظر انداخته بشه تا ترکیه نظر مساعد به پیوستن سوئد بندازه. و این چیزی که مثلا به مزاق صدر اعظم آلمان خوش نمیاد، چون که پیوستن سوئد به ناتو رو چیزی مجزا از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا میدونه. بنابراین مسئله پیوستن سوئد به اتحادیه ناتو، به پیمان آتلانتیک شمالی، به پیمان ناتو یک مسئله غامض حتما پس از این دو روز باقی خواهد موند و این دیدار امروز هم کمک نکرده. و آرش، آخرین سوال، بازتاب سفر بایدن به بریتانیا و این تور اروپایی در رسانه‌ها چه بوده؟ چه نکات قابل توجهی در واقع برای به چشم تو اومد که بخوای برای ما بازگو کنی؟ ببین، مهمترین داستانی که به نظر میاد که بین رهبران بریتانیا و امریکا مطرح شد است که کمتر مطبوعات بهش پرداختن، بیانیه آتلانتیک هست. یک بیانیه که شامل توافق‌های تجاری دو جانبه خواهد بود. بعد از اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شد، دولت‌های متزلزل یکی پس از دیگری در خانه شماره ده دانینگ آمدند و رفتند و این توانایی نداشتن که بتونن مذاکره انجام بدن در حزب خودشون، حتی چه برسه به در خارج. بنابراین الان از این فرصت دولت آمریکا استفاده می‌کند. اولین دولت باثباتی است که در بریتانیا ما می‌بینیم بعد از مدت‌ها. آقای ریشی سوناک همونجوری که شنیدید در صحبت‌های آقای بایدن بارها و بارها با آقای بایدن دیدار داشته است، آخریش همین یه ماه پیش بود در واشنگتن، و باعث خواهد شد که این دو کشور به هم نزدیک بشن به خاطر توافق‌های تجاری جدید. تعجب نکنید اگر ببینید به زودی بعضی از کمپانی‌های تولید کننده اسلحه آمریکایی بعد از توافقات دو جانبه‌ای که انجام می‌شود برون به سمت انگلستان و بعضی از کارخونه‌هاشون رو ببرن اونجا، جایی که بعضی از کارشناسان می‌گویند در زمان جنگ جهانی دوم هم همین اتفاق افتاد به خاطر نزدیک بودن جزیره بریتانیا به شوروی سابق و الان به روسیه. به نظر میاد منطقی تر باشه برای بعضی از این شرکت ها که خط تولید خودشون انتقال بدن به بریتانیا. ممنونم از تو آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا و بردیا افشین از پایتخت لیتوانی. خیلی متشکرم از هر دوی شما.